بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضاه فأرتجي دوما رضاه لا اله الا الله لا اله بسم الله الرحمن الرحیم از عنوان اولی امروز ما خصایص یا ویژگی های, وی های عقیده در قرآن و سنت منظور از خصائص و یا ویژگی های عقیده در قرآن و سنتی است که هر کتاب که یا هر عقیده که وقت تدریس میشه او یک خصوصیت خاص خود داره ولی وقت ما شما از خصایص عقیده در قرآن و سنت صحبت میکنیم ای هم خاصیت های خاص خود داره یا ویژگی های خاص خود داره که اگر آدم این خصایص بفهمه باز میتونه خودت به شکل علمی مقایسه بکنه که فعلا اعتقاداتی که مروجه است کدامش خوبتر است و دقیق تر است بر انسان یک ملکه پیدا میشه باز آدم را نمی باشه چرا حال بسیار مشکل اکثریت مردم دمی است که اونا فکر میکنن که والله همیشه سوالا ها همی مطرح میشه که به خدا ما ایران ماندیم اقه گروه ها زیاد است اقه اعتقادات زیاد است اقه نظریات زیاد است اقه ها زیاد است ما ایران مانیم کدام از اختیار بکنم علت ایرانی با خواندن امی خصایص عقیده اسلامی این مشکل حل میشه چه قسم اول ما مقدمتا میفهمیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته که در آخر زمان امت ما به هفتاد و چند گروه تقس... تقسیم میشن ببینین یک نقطه دقیق اینجا که یکی امت یکی کفر است امت کفر است خلاص اونا خب با تقسیم مندی های زیاد خود هستند لکن اینجا گپ سر امت اسلام است کسایی که کلمه میخورن. گفته اینا به هفتاد و چند گروه و طایفه تقسیم میشن این حال یه چند تایفه که اینا تقسیم میشن باز خود رسول اکرم صلی علیه خبر میده که همین هفتاد چند گروهی که اینا تقسیم میشن کلی از اینا در آتش دوزخ هستن خدا امت پیغمبر میگیره خدا پیرو قرآن میگیره خدا پیرو سنت میگیره خدا پیرو دین میگیره لکن رسول اکرم صلی میگه که کل از اینا در آتش دوزخ هستن به استثنای یک طایفه و او کدام طایفه است؟ طایفه که میگم من به او هستم و اصحاب ما هستم ایناله ما وقتی که گروه های اسلامی را طریقه هایی که مثلا میگه ما اسلامی هستیم تنظیم هایی که میگه ما اسلامی هستیم احزاب که میگه ما اسلامی هستیم مذاهبی که میگه ما اسلامی هستیم حالا ما چطور بتانیم در این اصر یک ملکه یا یک قوت یک ترازوی داشته باشیم که بفهمیم کدامش خوبتر است نجات پیدا میکنه که ما امور اختیار بکنیم اینالا به خاطر هر گروه و هر مذهب و هر روش که شما میخواین او ویژگی هایش بیان میکنه که برادر ما اینی رو را, را گرفتیم ما اینی را گرفتیم ما اینی را گرفتیم ما اینی را گرفتیم, ما اینی را گرفتیم. باز برات معلوم میشه که آیا ای به حق است یا به باطل و چند فیصد ای به به حق است و چند فیصد به باطل است کسایث عقیده قرآن و سنت که ما میخوانیم اول ویژگی از چی است سلامتی مصدر یا مرجع است ببین از مصدری که ما استفاده میکنیم ما وقتی که درس عقیده میخوانیم اولین مصدر ما قرآن عظیم و است از این خاطر نام که عقیده در قرآن و سنت اولین مصدر ما اولین مرجع ما اولین رفرنس که ما از او استفاده میکنیم قرآن عظیم و شان است آیا قرآن یک مصدر سالم است یا غیر سالم است بر کل امت اسلام معلوم است که اینمی عقیده قرآن عظیم و شان محفوظ است این الله حفظ کرده اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون بنا ما بخاطر عقیده بر تو کدام کتاب شیر نمیرم اینجا نمانیم سر کتاب سر میزم کدام کتاب داستان نیست چرا وقتی که شیر میخوانیم اکثر کتاب های بینی این کتاب شیر با او کتاب شیر دیگه تفاوت داره دس خورده تغییرات آمده پس مصدر ما در عقیده قرآن از این است کتاب دیگه نیست پس اولین دلیلی است که سلامتی مصدر یا مرجع است که ما از او عقیده خدا میگیریم ما به خاطر از اینکه بفهمیم عقیده ما درست است یا نادرست است قرآن صفه میزنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان رجیم بله ما پناه به الله میگیرم پس در کلمه اعوذ بالله ما میتونیم که دو ساعت بحث بکنیم تنها در کلمه اعوذ بالله چرا در آغاز قرآن اعوذ بالله هست به خاطر که مشکل تمام بشریت در اعوذ بالله هست یا انسان panah mi giren khuduş ya panah mi girim be Allah ya panah mi giren be ghayrullah in al suyun panah girftan be Allah va panah girftan be ghayrullah da yak kalime vaqti panah be Allah mi girim begim auzu billah benan panah girftan be Jibril mukhalef auzu billah as پناه گرفتن به ملائکه چرا اعوذ بالله نشد اعوذ بالملائکه شد پس این مخالف اعوذ بالله شد پناه گرفتن به پیغمبر مخالف اعوذ بالله هست چرا که اعوذ بالله میگم من پناه به الله میگیرم اونجا تو در زبان میگی که اعوذ بالله پناه گرفتی به پیغمبر گفتی یا محمد یا عیسی یا موسی سعی کن پناه به کی شد به الله نشد اگر یا الله بگوی اللهم بگوی پناه به الله شد این حال وقتی گفتی یا عیسی یا محمد یا حسن یا علی یا حسین یا ابو بکر یا عمر یا پیر یا فلان پس ببینید کل مشکل جهان که امت اسلام با چند دور تقسیم میشه کلش در دوزخ میره از کلمه اعوذ بالله معلوم میشه در مشکلت با پناه میبری؟ اعوذ بالله میگی؟ یا اعوذ بغیر الله فسر فقط اعوذ بالله پناه به الله میگیریم اعوذ به غیر الله غیر الله غیر الله کی است ملائکه غیر الله هست پیغمبر غیر الله هست قبر غیر الله هست بت غیر الله هست حیوانات غیر الله هستند نباتات مایات جامدات هر چیزی که به تو پناه میبری جن شیطان کلش غیر الله هستند پس تقسیم بندی شد در یک کلمه قرآن که اعوذ بالله ما پناه میگیریم به الله پس کسی که عقیده امی کلمه اعوذ بالله را بفهمی مانایشه هیچ وقت تو به غیر از الله به کسی دیگه پناه نمیبری هیچ وقت جرأت حاصل نمیکنی یعنی گیریم که ملائکه بسیار شخص خوب از جبریل علیه السلام معصوم است از نور پیدا شده مقرب از جمله ملائکه مقربین به با بارگاه الله است لیکن اگر مانای اعوذ بالله را بفهمیم به این ملائکه ما پناه نمیبریم چون ملائکه غیر الله هست به او پناه برده نمیشه پناه به میبره خود ملائکه به الله پناه میبره این کسایی که مثلا یا خودش پناه میبره یا تعویز که را پناه میتن او از هم گرفته شده خود تعویز دادن بزال است بسیاری یعنی تعویز نمیشه را کنین چون بیسواد است به بزواد نوشته میکنه در حالی که اصل اصلش بیچاره خودش نمیفهمه خودش کافر شده بیدین شده و دیگران را هم کافر و بیدین میسازن چون در تعویز خود کسی که پیشش میره او را به غیر الله پناه میده اعوذ بالله نمیگه که او عیدو که پیغمبر سمیف او عیدو که به کلمات الله تمام اینا پیغمبر نواسه خدا حسن و حسین و یا دیگر افرادی که میبود خودش اعوذ بالله میگفت دیگر هم به الله پناه با کلمات الله پناه می داد با قرآن پناه می داد آل ای تاویزگر و جادوگر کی در تاویز خود نام الله را نشته می شما ببینید تاویز هر جا که یافتین پیدا بکنین در تاویزش نشته یا جبریل یا جبریل وقتی که شد به غیر الله پناه داده یا میکائیل یا محمد یا عیسی یا موسی یا شرط توس باز نامای شیطانی را نشته می ایناله چی شد؟ اولین مشکلشان در کلمه اعوذ بالله هست و اگر کسی معنای اعوذ بالله را عقیده خود از قرآن زمشان گرفت در کلمه اول کل مشکل انسان حل میشه در این اعوذ بالله کل مشکلات حل میشه و زبانت بغیر از پناه به الله و کسی دیگه پناه نمیبری مشکل داشتم الله پیغمبر ها میگفتن اللهم اللهم چی ما نامیت اللهم ایدا میگن میگه میم ایواز یا در آخر آمده است اصلش یا الله هست باز عربای را اللهم میگن پس یا الله و یا اللهم یک معنا است شما کل دعاهای پیغمبرا را عقیده تان از قرآن بگیرین کل دعای پیغمبرا را سوال کنین ما متاسفانه میریم دعای دیگار را دلیل میگیریم اکثر ما که مشکل ما پیدا میشه او کسی که جر بحث میکنه نمیگه میگه قرآن که بین که دعا را از قرآن بگیریم میگه نه دعای فلانی شیخ دعا دعای فلانی فلانی آن او شیخ یا او فلانی را من چی کنم عقیده خوی اینه کتاب عقیده که الله را حفظ کرده و بر ما روان کرده دی کتاب ببین که آیا کدام پیغمبری بغیر از اللهم یا کدام دعای بغیر ازی هست اللهم و یا ربنا پروردگار ما مشکل ما این نقطه هست و مشکل اکثریت مردم که افتاده چند گروه میشه و کلش داتش دوزخ میره به خاطر ازی که قرآن در طاق بلند اونجا سر دروازه خود نسک کرده و هیچ وقت قرآن نمیخونه قرآن کتاب عقیده هست به شما و شما کتاب اسقاط است قرآن کتاب زندگی هست ما میگیم نه کتاب مرده ها هست قرآن کتاب است که در خانه گذاشته شده و اون ما میبریم میگیم نه در زیارت بانی میشه. قرآن کتابی است که باید یک پوش داشته باشه و فورا باز کنی هر روزه بخوانی بگیم نه قرآن باید هیچ دست نخورده و همتو خوب صفا ستره و با خط طلایی نوشته شود و سر دروازه گذاشته شو یا در یک جای بلند گذاشته شود پس این قرآن به این اسلوبی که ما از قرآن استفاده میکنیم آیا میتونیم هدایت شویم از این خاطر مشکل است از خصایص عقیده که در قرآن سنت ما میگیم سعی کنین مردم های دیگه نمیگن که عقیده در قرآن همیشه گپشان بزنی به با یک شخص او را راجع میسازن عقیده احمد عقیده محمود عقیده بریلوی عقیده لیکن سلامت عقیده از این معلوم میشه که ما بگیم که عقیده در قرآن عظیم و شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگیم عقیده در قرآن عظیم مرجعش قرآن است

و در زبان عربی فکرتان باشه که بعضی کسایی که بدین هستن احیانا تشویش برتان ایجاد میکنه در, در, در زبان عربی یکی مسئله است که الله در عقیده صحبت میکنه قل هو الله زمیر مفرد می اما وقتی که از عظمت و بزرگی خود صحبت میکنه میگه انا نمیگه که اینی انا من میگه چرا انا میگه به خاطر ازی که اگر نامه های پادشاه های قدیم هارون رشید هم بخواین هارون رشید نمیفت که اینی انا هارون رشید میفت اینا هارون رشید به خاطر ازی ای که این اسلوب ای عظمت میگه بزرگی یا کسی میخواد بزرگی خود برای جانب مقابل نشان بده زمیر جمع استعمال میکنه مثل ما و شما در فارسی برای مادر خود نمیگیم تو میگیم شما مادر خود یکی از چرا شما گفتی شما خود زمیر جمع است یک خارجی سرت انتقاد کنه برش میگی برادر ما از نگاه ادب برای استاد خود تو نمیگیم شما میگیم در حال که یک شخص است این حال شاگردی که برای استاد خود والا تو, تو گفتی تو تو گفتی اما اعضای مجلس ات استاد میفهم والا می شاگرد ما بسیار به ادب از گپ زدن خود یاد ندارد. تو استعمال میکنی متوجه باشین کسایی که مشکلات ادبی در الفاظ دارن برای بزرگای خود برای والدین خود برای استاد خود برای یک ریش سفید بزرگ تو استعمال میگن. کاکا تو دیروز تو نگفتی استاد تو دیروز تو گفتی از این تو گفتانش میفهمی که بیچاره مشکل اخلاقی و ادبی داره پس در قرآن عظیم هم عظمت در اسلوب عظمت اسلوب تعظیم میگن اصطلاح ادبی هست که به خاطر بیان کردن عظمت خود الله سبحانه و چی میگه ان ما ما ذات با عظمت که تمام کائنات تحت تصرف ماست از ملائکه گرفته و تا جنت و تا دوزخ و تا شیطان کلش زیر قبضه ماست خدا شور داده نمیتونه ما ای قرآن نازل کردیم اینا نحن نزلنا الذکر و له لحافظون بس این مستر محفوظ است اما بغیر از قرآن هیچ کتاب دیگه محفوظ نیست دست خورده غلطی ها دو داخل شده روایت های دروغ دو داخل شده پس قرآن محفوظ دو مزدر که ما گفتیم او هم پیش ما محفوظ است احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است احادیث صحیحه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم. در چارده قرن علمای اسلام به خاطر غلبیل کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سعی و تلاش کردن امروز هم در پوانتون های اسلامی تخصص علم حدیث است تا مرحله دکتورا چرا این تخصص است؟ و چرا علم حدیث خانده میشن؟ به خاطر که حدیث ما یک وقت میخواندیم حدیثم سال اولی که ما علم حدیث خانیم در یکی از پانتونای خارج از کشور استادی که حدیث بر ما تشریح میکرد استاد ما بود که ای یک شهادتنامه در علم حدیث داشت و یک شهادتنامه در انجینیری پترول داشت شهادتنامه حدیث خود از کشور عربی گرفته بود و شهادتنامه خود در پترول انجینری پترول که این قسم استخراج میشه معدن پترول این از انگلستان گرفته بود این وقتی که در صنف محمد اولین درسی که ای ما داد یک مقایسه کرد بین پترول و بین حدیث او گفت گفت در انگلستان چند سال تحصیل کردم مسلمان و از عرب بود از یک طرف در تکنولوژی شاعت نامه داره چرا مسلمان؟ ما همیشه میره تایید کردیم جوانای مسلمان اگر واقعا اسلام هم میخواین که پیروی بکنین باید به با دو خط حرکت کنین مثل خط ریل خط اسلام و خط تکنولوژی به مو اندازه که در اسلام پیش باشی امو اندازه باید در تکنولوژی پیش رفته باشی امروز عالمی که مکتب شامله در کامپیوتر نداره ورش چیش اگرش چیش حدیث باشه تخصص داشته باشه او خوانده اما دیگه علما یا دیگه دعوتگرای مسلمان وار که رشته ما حدیث نیست چطور میتونیم که مثلا حدیث صحیح از حدیث ناسایی پیدا بکنیم اگر در کامپیوتر ما مکتب شامله باشه و یک کلمه حدیث بتیم فوراً بر ما احادیث ما و علما خدمت کردن و بیان میکنه که حدیث صحیح هست یا حدیث ضعیف

تیل وقتی که از معدن خارج میشه ضرورت به تصفیه داره و حدیث پیغمبر صلی الله علیه هم که در کتاب آمده ضرورت به تصفیه داره گفت ما تیل تصفیه میکنیم در ماشین میپرتیم بالاخره از تقسیم بندی میکنیم بالاخره گفت از تیل یک جور میشه پترول ساخته میشه از دیزل ساخته میشه و بالاخره از آخرین مرحلش قیر میمانه آخرین مرحلش قیر میمانه پس او تیلی که تهیه است و برای تیاره استفاده میشه صافترین، پاکترین، خوبترین، بهترین تیل به نظر متخصصه که ماستری و دکترا دارد در پترول انجینیرینگ این مرحله سر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق میشه احادیث پیغمبر صلی الله علیه و که برش نسبت داده شده از عدد ریگ های صحرا بیشتر است لکن این تصفیه کاری نیاز داره از نگاه متن و از نگاه سند متن چی میگه سند چی میگه چهارده قرن از علما سر متن و سند حدیث تحقیق کرده میره چرا کتاب صحیح البخاری بهترین کتاب بعد از قرآن عزیز مشان است بس احادی زیاد است لیکن بعد از اینکه پیغمبر سم وفات کرد رحلت کرد صحابه کرام بودن بعد از پیغمبر سم ابن سبا یهودی هم آمد بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرهای دروغی هم پیدا شدن که ادعای نبوت کردن مسلمه کذاب اسود عنسی یک زن به نام سجاح طلیحه هنوز جسد پیغمبر صلى الله عله وسلم به خاک سپرده نشده که فورا از قریه های مختلف بر آمدن که یکی گفت ما پیغمبر هستم و گفت ما پیغمبر هستم و گفت ما پیغمبر هستم و از منافقین از یک طرف مدعیان نبوت از طرف دیگر پیروان ابن سبای یهودی که یهود است میخواست مثل که پیروان عیسی علیه السلام شاول ترتوسی یا پالس که امروز در بایبل بخارین رساله های پالس است که خص ادعای پیغمبری کرد و عیسی علیه السلام هم بچه خدا گفت این ادعا را ابن سبای یهودی کرد لکن سر پیغمبر نکرد سر حضرت علی کرد ابن سبای یهودی گفت که پیغمبر چیز کرده نمیتونست چون در قرآن پیغمبر مستقیما گفته شده که پیغمبر بنده خدا هست نمیتونست و بیا حضرت علی را پیش گفت و بعد از پیغمبر صلی حس ابن سبای یهودی عین برنامه که پال شاول ترتوسی سر از او داشت را کریستیان ساخت گفت ما همه خیلی مسلمان ها را اینی می قسم کریستیان مخلوق پرست بسازیم ابن سبای یهودی هم آمد و عقیده را برنامه الوهیت علی که علی خدا هست ابن سبای یهودی جور کرد به هر صورت اینال موجودیت ای گروه ها و بالاخره تقسیم بندی های سیاسی که در او اثر شد اختلافات سیاسی که ایجاد شد و با مداخله دشمنای اسلام مذاهبی که ایجاد شد بعضی از مذاهب تعصبی بعضی از فرقه ها متعصبانه یک تعداد از احادیث دروغی زیاد سخنای زیاده اقوال زیاد بر پیغمبر نسبت داده شد به خاطر دفاع از مذهب و مسلک و رشته خود لکن علمای اسلام آمدن و مثل که و انجینیر پترول و انجینیر احادیث احادیث رسول صلی اللہ صلی الله علیه و سلم تصفیه و با قرآن مقایسه میکرد و سند از اون و اشخاصی که در اینجا هست فلان از فلان ان فلان ان فلان سر هر شخص یک کتاب نوشته کرد. که فلانی شخص دروغگوی است. حدیثش قابل اعتبار نیست فلان کذاب است بسیار دروغگوی است. حدیث که نام از او در متنش باشه او را قبول نکنیم و به این شکل امروز اگر تو من حیث مسلمان غیر متعصب باشی حتی شما خفه نشین ما و شما احناف هم بعضی از متعصبین ما و شما احادیث را ساختن امیال هم در بین بسیاری مردم است که ابو حنیفت سراج امتی و این حدیث دروغ است کیز بس بالای رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلم و یکی از احناف که مولا علي قاريس رحمه الله باش میگه که سر پیغمبر صلی الله علیه متعصبین احناف دروغ بس بعضی از شما گفتن که آخر الزمن سبحان الله خداوند داده مستقصب نگاه کنه با کفر آخر الزمان یک کسی خارج میشه هو اشد علی الله من إبليس

یهود هم که و اختلافاتشان بمی هست به خاطر چی؟ به خاطر از تعصب است سه مشکلی که چهار مشکلی که تا در افغانستان حل نشه ما مردم اصلاح نمیش فقر است جمع جهل جمع تعصب و در افغانستان این قسم مردما بسیار زیاد است قرآن خبر نداره از احادیث خبر نداره از ساینس خبر نداره از تکنولوژی خبر نداره از حوادث دنیا خبر نداره جهل است خب پخته جهل حکم فرماست این جهل قبول نمیکنم ما جهل است در پالش فقیر هم است حضرت علی صاحب چی میگه لو کان الفقر رجلا لقتلته اگر فقر شخص می بود او می کشتو. زیرا فقر است که کلی تو خم میکنه میری اکثریت مردم همی که بزد برادر مسلمان خود استاد است از خاطر چی؟ فقیر است پیسه برش میده دو مشکل ما فقر سه اون مشکل تعصب است هر کس در اون که رفته بسیار متعصبانه حرکت میکنه والله از ابو جهل بتر یافت میشه کسایی که بنام مسلمان بسیار متعصب است درست است ما با یک مذهب هستیم آیا رئیس مذهب ما کاملا معصوم است و معصوم نیست آیا کل احادیث حفظ داشت آیا از حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر که دو وزیر رسول الله صلی کل احادیث حفظ نداشتند آیا رئیس مذهب ما از او بلندتر است آیا معصوم است در بعضی حالات پیغمبر اشتباه میکرد عبث و تولا انجاه الاعمان لغزش کرد و پس اصلاح شد و این رئیس مذهب ما هیچ اشتباه نداره اگر گب زدی کافر است پس فقر از یک طرف جهل از طرف دیگه و تعصب از طرف دیگه این سه انصار خطرناک و وقتی که در یک شخص سه چیز ای جمع شد و رهبریتشان به دست استعمار بود باز استعمار از انسانی که این سه خصوصیت داره از بسیار خوب یک بم جور میکنه که هر لحظه خودش وطن خدا مردم خدا و دین خدا از بین میبره و انفجار میده و این متاسفانه در افغانستان زیاد است پس دومین مرجعی که سلامتی مصدر را گفتیم در عقیده چی است احادیث صحیحه هست برادر ما همیشه میگیم احادیث صحیحه از خدا بترس حدیث پیغمبر تا وقتی که برات ثابت نشده که حدیث صحیح هست بر مردم روایت نکن قصه نکن نگو که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلام اوتو گفتن والله پیغمبر صلی اللہ علیه و سلام گفته که یوم البتر در کجا پیغمبر گفته یوم یومش عربی بعدش انگلش و ترجمه فارسی آیا پیغمبر همین قسم میگفت یوم البتر اکثر در مسجد که ببینید الان شست سال عمر خودشو در اسلام سفید کرده، و پیغمبر صلی الله علیه چی میگه من کذب علی متعمدا کسی که قصدن سر دروغ میپیونده صحیح بخاری است نمیخونه صحیح مسلم است نمیخونه کتابایی که علما نشته کردن گفتن که حدیث صحیح است یا صحیح نیست این نمیخونه فقط در هر جای یک حدیث اگر یک گوندو امر شگا پزد فقط نسبت میده برای پیغمبر لولاک لولاک لما خلقت الافلاک و خیز زده میره و دو زده میره و دشنام زده میره احادیث دروغین و موضوع و ضعیفه در بین مردم رواج کرده میره یک ذره وقت تا که بیایی ببینه که امی حدیث علما چی گفتن در بارش امی متخصصی این مثلا میره قیره در قیره از اون معدن برامده لیکن قیره است غلط است سیاه است اینالا تو قیره بگی برو در طایره پر حرکت میکنه طایره حرکت کرده نمیتونه و اگر حرکت کرد سقوط میکنه و کل ماشینش شد و دین امروز که در وطن ما شما خراب میشن از دست مردم های جاهل سقیر متعصد در اکثر مجالسی که ما شدیم که پشت اسقاط میگردن پشت تاویز میگردن والله نهایتش علم نبوده نهایتش چون فقیر است یک از اسقاط در جیبش میده. چون فقیر است تاویز میتن خدا در شرک خدا مبتلا میکنه جان مقابله بخاطر پیسه و چون جاهل است نمیفهمه که مشرک میشه و چون متعصب است نمیخواه که حق بخوره تعصبش اجازه نمیتش که به یک پنج دقیقه اینجا گپ حقه بشنو خیر از بشنو بس قناعت اگر نشد مشکل نیست اگر قلب بشنو تو خوششتی اونجا در مقابل امو جاهل که بی سواد است او برای تو دین نشان داد غلط نشان داد اگر قلب اینجا هم, هم بشی باز یک محاسبه بکو که والا که این میگه و آنچ که او میگه اگر الله برای تو عقل دادن افلا تعقلون چرا از عقلتان استفاده نمیکنید؟

امیل در دفتر وظیفه دادیم گفتیم که وقتی کتاب امیدیم شما اصلاح کنین باید حدیثی که اگر دیدین که دو یک علامت استفهام است یا ضعیف است یا نادرست است یا جید است فوراً بر ما بگین که استاد اینی حدیث در کتاب غلط داخل کردی تا که من او رو اصلاح بساز که اگر از پیشم تیر و کوشش میکنم که تیر نشد و همیشه وقتی که در کتاب خود حدیث داخل میگنم میگم فلانی حسنه فلان صححه فلان شیخ فلان البانی گفته که حدیث صحیح هست امام بخاری ایر روایت کرده بنا صحیح البخاری کتاب صحیح هست صحیح مسلم ایر روایت کرده اما تو نمیگیم که والله بخیزی میگم که برادر این مذهب ما بسیار خوب مذهب است. ام ابو حنیفه تسراج امتی پیغمبر خدا گفته که ابو حنیفه از این خاطر من حنفی هستم در کجا پیغمبر خدا گفته که ابو حنیفه تسراج امتی و پیغمبر تو نگفته پیغمبر گفته که من کذبه علی متعمدا کسی که قصدن سر ما دروغ بگه فلیت مقعده من النار جایگاه خدا در آتش دوزخ آماده بساز بس, بس آل ما چی بگیریم؟ آیا قول خوب فکر تا نمیگیریم قول او آل قبول بکنیم که آیت قرآن برای ما بیان میکنه بدون تعصب و مسلکی و میخانه و میفهمه و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرده بر ما میفهمن و مرجع میتن و یا بخیزیم قصه های هر کسی را بخیزیم شروع بکنیم که یک روز یک تا سنگ تراش بودم سنگ تراش خانگک جور کردم موسا خانی از خراب کردم دل از از اسلام سیا کردم باز خدا و رفت موسا در کوی تو باز موسا علیه السلام خداوند گفت ما پیغمبری تو را میگیرم یعنی اگر پیغمبری موسا علیه السلام قرآن باید کلش تغییر بده خداوند چون قرآن پیش از خلقت آدم علیه السلام در محفوظ نوشته هست و الله سبحانه و تعالی میگه که الله بر از بین این افراد جامعه شخصیت های بسیار عالی و پاکه به پیغمبری یعنی در قصه توهین به الله توهین به رسول الله توهین به پیغمبر اولو عز موسی علیه السلام مرجعش شما معلوم نیست و ما قصه کردن میریم و در مجلس هست و تنگ 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 گریان میکنیم یعنی ما فقط این میدین داریم چی از چهار تا گریان دروغ و یکی نه اسلام با گریان تو ضرورت نداره گریانه که در مقابل مردم باشه سعی کنیم سبعتون رسول اکرم صلی چی میگه؟ میگه سبعتون هفت طایف مردم هست که یو ذلهم الله فی ذلهی الله اینا را در زیر صحیح عرش خود در روز قیامت حفظ میگه یک تایفی از این؟ یک تایفیش من کلش ها نمیگیم برطا چون نمیخوایم از موضوع برای یک تایفی از این میگم یک نفر الله را در تنهایی یاد کرد که تو باشی و الله باش اونجا باز میگه که چشماش اشکالو داشت. اونو قطره اشک تو را در زیر سایه عرش الله در روز قیامت نگاه میکنه که تنها باشی از ترس الله گناهی تا یادت بیاری گریه کنی به هر صورت فهمیدیم اولین ویژگی عقیدی قرآن و سنت چیست؟ سلامتیه؟ اما دگاهی که هست مصدرش چی نیست سالم نیست یا مصدرش فلسفه است <applause> از گپ افلاتون بگیره آیا او افلاتون بیچاره مورا گفته یا نگفته یا مصدرش تو قرات است به هر صورت ای اول است دومش اعتماد ای عقیده به قرآن سنت است مصدرش دومش اعتمادش ما سردگه چیز اعتماد نمید ما فقط عقیده خدا از قرآن عظیم شان و از سنت صحیحه رسول الله صلی الله اعتماد میکنیم علما میگن که برادر آخری امت جور نمیشه مگر به آنچه که اولی امت جور شد. اول امت به نظریات افلاطون و جان روسو و سقرات و از جور شد یا به قرآن سنت صحیح رسول الله صلی قرآن هستی میشون و سنت صحیح عقیده صاف پاک اسلامی در قرآن و سنت ببینید دریای کابل سرچشمش از کوههای پغمان است نیست است نیست طور خدا یک روز لموتر بیشی که دو سه تان دیوالایی خدا توفیق بده که مرم کتب ببری اینا بسه برو در پاقمان در سرچشمه کافره کتب ببر تو رو والله کافره مسلمان خود چی میکنی؟ اشتوک خود چی میکنی؟ کافره ببر و از سرچشمه برش یک گلاس آب بده برات میگه برادر اگر ای آب در فرانسا یاد شود ما نیازی با آب معدنی نداریم این آب معدنی صاف و پاک و صحی اما این آب بیچاره کسای برکت کرد این مردم افغانستان این مردم کابل این مردم صاحب سای... دیگه صاحب گندنهای خدا دیگه میشوه دیگه صاحب کراچی مولی سرخک و ترکاری رو دا دی داخل کردن دیگه صاحب کسافات خانه رو صاحب در دا دریا می در پیش پل خشتی پل محمود خان برو که تا یک گلاسه از اونجا بتی که سرت خنده میکنه میگم سر مرش خند می یا خوردن است دین عینی گفت ما ساختیم در افغانستان دینه که در مکه مکرمه و, و مدینه منوره توسط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبلیغ شدن والله که سعی کنی خوشت نه یک نفر باك مسلمان پاک ابو بکر صدیق یک تجار حضرت عثمان غنی یک مسلمان غنی قوی یک جوان شجاع حضرت علی رضی الله عنه یک جوان زیبا مصحب ابن عمیر یک فارسی سلمان فارسی یک افریقایی بلال حبشی یک اروپایی صاحب رومی صحیب با هم میشینن از یک معلم پاک با اخلاق با دیانت با تقوا کلماتی از قرآن مشنون و کلمات از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مجلس کافر میاد داخل میشه آب پاک است زلال است صاف است کافر می و پیشوشان استاد میشه ورشان می که برادران من کافر هستم برای من تلقین کنین بگوین که من مسلمان شم ترین کافر می مسلمان میشه آب پاک چی است؟ اما وقتی که تا افغانستان رسید ما ست چی کردیم رواج های قوم پشتون هم در دا چی داخل کردیم در دا اسلام تویانه دختر خودم می فروشیم به نام مهر اسلامی قرآن میگه قصاص ما میگیم نه سه دختر بعد میگیریم ایران در دا اسلام داخل کردیم مردم تاجک سایب که آمدن سمنک خودم در دا اسلام داخل کردیم شعله شیرین هم در دا اسلام داخل کردم گدایی و اسقاط خوردی و فقر خود عثمان غنی اینجا صاحب مولایی صاحب گدائیگر شیشته در دوره اسقاط الله عزت دادش در دا مسند دا پیغمبر شیشته پیغمبر میگه یدو علیا، دست بلند بلند از تو برخت دگاه خیرات بده این قرار صاحب گدائیگر شیشته بازی میخیزه برای ما اسلام تشریح میکنه و تمام روز جنگش سر چی هست سر این که اسقاط بخوریم یا نخوریم شوله بخوریم یا نخوریم الوا بخوریم یا نخوریم این وقتی که یک خارجی میاد یک سل میکنه که سبحان الله این ظالم مردم پدر از او کرد ایوازی که یا بر از او کمک بکنن دو نفر رفتن خانه میشه تبا کردن به نام اسقاط پیسه صاحب در جیبای از واره به نام خیرات چیزی که خان و ملک و وزیر و رئیس از کلش صاحب چاشتکی نان خوردن به نام روز سه شاکوکو و گلکوکو تا یک هفته خانه رو اعلان تا که اون مردکر الماری های شنه پاله و یک شانزا پولی هم در مانده تا که بیخ از رو نکنه روز هفتم که شد مردکه میگه پدر خورم زمین هم رفت بیرد غرق از لالا این کافر ببینه مسلمان میشه سوتا چوب هم داخل کردیم در دا اسلام توخ تکی زری مجوسی ها سر ایران ایر داخل کردیم برکت چیزی که کسافات است چیزی که خرافات است داخل کردیمش از دین چی جور کردیم آب دریای کابل در پل خان اگر دین با صافش از قرآن عظیم شان و در سنت رسول الله صلی اللہ و وسلم بر کافر بگوی کافر کلمه میخوانه لیکن ما اوتو نه تنها خود ما مسلمان نشدیم حتی مانع شدیم که کافرم وقتی که ما را میبینه دلش از اسلام سیاه میشه مشکل ما مشکل ما مشکل اعتماد به رواج به کلتور صاحب رواج ماست صاحب فرهنگ ماست سیومی خاصیت عقیده اسلامی در چی هست؟ تسلیمی به نصوص قرآن و سنت است تسلیمی اولش اولش با به سلامتی مصدر بود دومش اعتماد بود سومش تسلیمی هست وقتی که ما قر... عقیده قرآن و سنت میکنیم فقط با قرآن از شان و سنت صحیح رسول صلی تسلیم هستیم لکن بسیاری کسای دیگر شما ببین آیا امی سه چیزه داره آیا تسلیم میشه به حدیث رسول آیا با آیت قرآن تسلیم میشه یک نفر از ابوبکر صدیق دشنام نام میتن ان لله و الیه راجع. عمر فاروق دشنام نام میتن لعنت میگه سر لنگی چی میگه و چپن چی میگه و عبا چی میگه و قبا چی میگه برش میگه مو برادر یکمه که از خدا بترس آیت قرآن بخواد کدام آیت قرآن این قرآن است به ایمان داری؟ ایمان دارم تحت شجره چی مانا؟ زیر درخت بیعت رادوان چند نفر بودن؟ یک هزار و نفر در یک هزار و کی بود؟ ابو بکر صدیق بود نبود؟ عمر فاروق بود؟ نبود؟ نبود 1400 مهاجرین انصار حالا اینجا الله دباری از چی گفته؟ عن المؤمنین گفته یا عن الكافرین عن المؤمنین پس قرآن میگه مؤمن بودن تو سر یک مؤمن لعنت میگی تعصب شجازه نمیده تسلیم شد الله میگه لقد رضی الله یقینا لام قد یقینا و یقینا که الله الله از پیشش راضی است و مؤمن هم گفته ما تو را چی؟ نه بابایی تو است نه بابایی تو بابایی ترس، آخر برادر برو خداوند هدایتت کنه پس سیومی مثال چی است؟ چی است؟ تسلیمی به نصوص قرآن سنت تا که به قرآن آیات قرآن و احادیث رسول الله سلام تسلیم نشی تو عقیده در قرآن و سنت را میاد چهارم خاصیتش موافقت این عقیده با فطرت و عقل سلیم موافقتش با فطرت و عقل سالم. فطرت سالم انسانی وحدانیت الله را تایید میکنه و عقل سالم ایر تایید میکنه ما اگر افار یک اگ رئیس یک معصب بود یک روز از دوستا یک معصب ما در پانزه یک خوبصن فی چهار درس داشته یک معصب ما را گفت استاد میمان ما شوید ما هفتم من میمان محصل نمیشم چرا من افتادم این محصل این که میمان شوی در شوات حساب میشه چرا وقتی که فارغ میشی باید میمانی نمیکنی باز که فارغ شو و ورق یا گلاس ها برد بتا دواده که محصل هست میمانی محصل من افتادم من گفت نه استاد منظور من دیگه میمانی اترا نیست من یک هدف اسلامی دارم برطان میگم خب بگو گفت یک رئیس یکی از محصات هست از هالند از کجاست هم کشورش گفت خادم کشورهای اروپایی بود والله اعلم گفتی صاحب آمده و این مرد که سر اسلام تحقیق میکنه میخواد که مسلمان شوه یا میخواد که مسلمان ها از ما تقاضا کرد که یک کسر برمه بیار که گفت شرط اول شیست. من افتادم افتیم پیشانی ما یک چمه تو پاک ساخت دوم شرط است که این کسی باشه که برمه معقولانه است قرآن گفت بزنه نظریات شخصی خدا سی ایست که یک مقدار انگلیسی بفاهمه که مرا تشریح کنی کم انگلیسی و شما هم کت شد هم کاری گو بلا صاحب استاد اگر شما بیان کت ما چیز بگفته گو بسید گو پی گفته که من خانه استادم نمیرم و خودم هم در خانهش نمیم مروه در خانه خود نمیخوایم گو بلا آخر جای سیومی خانه ما هست این جمع خوب است خب بالاخره سر من رفتم خانه ای این مرد که سعی کنیم فطرت سالم انسانی و عقل سلیم برای من گفت استاد اولی اولی نقطه شایمی بود گفت که من از پیش تو یک خواهش دارم برای درباری وجود خداوند دلایل وجود خداوند چیز نگو چرا گفت وقتی که من در ساینس و تکنولوژی خواندم عقل خود در کار انداختم گفت عقل من برای من گفت که این جهان بزرگ و این جهان بزرگ یعنی طبیعت و این جهان کوچک انسان ای خالق دارم بنابراین ما عقیده دارم که این جهان خالقی دارم و هیچ روزی ما از وجود خالق منکر نشدیم ای در فطرت من هفته هست اوکی هنوز گفتم رای ما را آسان کردیم از استادگاه اول چی شدیم؟ تیر استادگاه دوم گفت برای ما در باری وحدانیت چون ما وقتی می بینیم که آفتاب انرژی داره بسیار تیز است ولی برای انسان بسیار ملایم است موافقت آفتاب با وجود ما موافقت اکسیژن با وجود ما موافقت سیب با میده ما گفت کلش بر ما ثابت ساختن که خالق آفتاب خالق وجود ما خالق سیب خالق اکسیژن ذات یگانه هست اگر خالق سیب کسی دیگه می بود و خالق میده کسی دیگه می بود او خالق می بود سیب جور میکنم میکنم دستید هر خارم داشته باشه کتا کتا این انسان هیچ خورده نمیتونست لیکن تو سیب با این زرافت با این کیفیت و این ربخ و میده تو بسیار خوبیش است پس معلوم میشه که خالق سیب و خالق میده جفت. گفت don't talk about this point گفتم خلاص از سادگاه دوم هم تیر مشکل تو چیست؟ گفت مشکل اساسی من یک نقطه هست اگر مردم این نقطه قناعت داده بتونی من مشکلم حل میشه گفت ما قبلا اول فکر میکردم که عقیده نصرانیت کریستیان ها که هست گفت می فکر میکرد که ای عقیده درست است گفت ما او عقیده را به خاطر این بد دیدم و تنفر از او حاصل کردم چند وقت کلیسا می رفتم که اونا اول مخالفت با عقل می کردن نا برای برد تو تگه کس مسلح چی, کدار چی هست؟ تو خوب میفهمی که نان است میگه نه این گوشت مسیح است گلاس شراب برات میاره واین میگه من خبیه بایم دسیس واین میگه برم میگه نه 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 دسیس بلاد آف جیسیس کرایس دسیس نات واین میگه من چطور من حس دارم دان دارم عقل دارم میگه تو عقل و احساس تا او سکو باید اینه میره قبول بکنی که شراب که میخوری خونی ساد میگه من برش گفتم ایچی دگر رو صاحب کشیش صاحب دادست شا... اسپند است خوتی اسپند علا اسپند و بلابند در کلیسا خرافات است ای پنجی مریم است و این مچم فلانی است گفت مرا خرافات نصرانیت به این عقیده رسان که ما باید نصرانیت دید الله نیست آل آمد برای من قناعت بته که در دین شما امی خرافات ها هست اگر هست من اسلام قبول ندارم اگر نیست باز من اسلام قبول ندارم برای من قناعت بده که ای چوبایی که برای من اسلام بالا میشه که جز اسلام نیست اگر هست من اسلام قبول ندارم ای گرد گرد قبر که میگردین، ای که سر قبر شم روشن میکنی، ای که به قبر سجده میکنی، ای که به قبر رکو میکنی، ای که شوله میخوری، ای که از غریب پیسه میگیری به نام اسقاط در جیبت میپردی، مال یتیم میخوری، اگر این مقصایل جز اسلام است، اسلام برتان میگم ما اسلام قبول ندارم، اما اگر این چیزا در اسلام، برای ما ثابت کن، این حال بیشی در افغانستان و کس را قناعت بده که ای, ای چی بعد از این سه ساعت بحث کردیم، گفتیم، 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 و مردکه سه ساعت سوال که آخر من گفتیم گفتم برادر بس گفتیم من تو شنه هستم، بگو، بگو. سه ساعت دانش دانوی ششته بود منظم و کلمه با کلمه را همونطور دقیق یاد داشت با گوش کردم میرفت و خاطر می فهمم ضرورت دارم که باید اسلام رو بفهمم پس اینال خوبی از یقینی ما چی است متصل بودن سند است سه شد نه چهار تا پنجمیش واضح و آشکار است نه این هیچ لبس نیست واضح و آشکار است پنجمیش سلامتی است تناقض است تناقضات وجود نداره خدای واحد پیغمبر ایمان داشتن و پیغمبر ها. اخلاق صاف یسن دیگه این عقیده سبب ظهور نصرت و کامیابی داره این است این نمی عقیده قرآن و سنت است که پیغمبر گفته که نجاتت میده دیگه چی است این عقیده پیغمبر است و قد... عقیده صحابه پیغمبر است از این خاطر اینه میگن عقیده اهل سنت و جماعت چرا اهل سنت میگن به خاطر که با سنت و روش رسول الله در حرکت است و جماعت است به خاطر اینکه ای صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کلشان این مت عقیده داشتن و به میره روان هستین و این عقیده است ان عقیده باقی هست ثابت است و مستقر است و جهانی است عقیده قرآن و سنت در کل دنیا می چله. عقیده شوله و پلو و خیرات و گدایی در کل دنیا نمی چله. شاید شوله شیرین در افغانستان بچره لکن شوله شیرین از پاکستان مثلا, مثلا در هندستان مثلا کسی در فرانسه مسلمان فرانسوی به نام شول شیرین چیزی نمیشناسه به نام سمنک چیزی نمیشناسه اما وحدانیت الله را وجود الله را اسماء و صفات الله را کل از این میشناسه از این خاطر اینی هست ویژگی های عقیده اسلام و السلام علیکم و رحمت الله و برکات خیر <متصف> لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله